با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه 22 آذر ماه هست و 12 ماه دسامبر. خوشحال و خرسند. 13 امروز ببخشید 13 یه ذره تعللم برای همین بود که 13 12 نیست. در خدمت شما نازنینان هستیم، سپاسگزار مهر شما، ممنون از حضور شما و مثل هر سه شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای ناصر شاهین‌پر نازنین. از ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم این بزرگوار رو، سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. منم عرض سلام دارم به شما، به همه بینندگان عزیز تلویزیون میهن تیوی، هموطنان عزیزم، و تشکر از همشون که به من گوش میدن و لطف دارن. خیلی آقا دوستون دارن، باور کنید هفته پیش که در خدمتت نبودیم خیلی زنگ زدن، سراغ کردن، ایمیل کردن که آقای شاهین‌پر کجاست، و این اغراق نیست، این یه واقعیت، مردم میتونن تشخیص بدن. و به هر حال تجربه این 20 سال من به من حکم میکنه که مخاطب نگاه درستی رو داره و میتونه تشخیص بده. و این توی آمار ارقام یوتیوب هم پیداست، شما جز کسانی هستین که مردم باورتون دارن و دوستتون دارن. هر دوش عرضم به حضور شما که شرایط رو توی ایران داریم میبینیم، اعدام های بی رویه و بی نتیجه این نظام فاسد اهریمنی، و کار به جایی رسیده که حتی خداشونم اعتراض میکنم. مثلا یه آدمی مثل مقتدایی که یه روزگاری جزء ارکان اصلی این حکومت بود و وردست خمینی در جنایت و رئیس شورای عالی قضایی و این مناصب عالیه و دادستان بود و خیلی پوستای مهم داشت در بخش دادگستری مملکت، اونم اعتراض میکنه که آقا بی خودی مردم در چی میکشید و چرا اینجوری اعدام میکنید. این مشکلی که الان به نظر من میرسه در قیاس با سال 57، خب مثلا سال 57 فرض کنید که کار نویسندگان در ایران پررنگ بود و یه بخشی از جامعه بهش گوش میداد، همین آخوندا مردم بهشون گوش میدادن، ولی امروز نمیبینیم دیگه از این نقاط پررنگ که مردم بتونن بهشون مراجعه کنن، محل رو ملجع باشه و مرجع دیگه نیست. و میگن که مثلا تو خارج هم دارن دست و پا میکنن عربی ها که خانواده پهلوی رو دوباره لانسه کنن، برگردونن به حکومت. با توجه به این شرایط میخواستم نگاه شما رو به این انقلاب مردم و این حرفایی که گفته میشه بشنوم. خوشحال میشم نظرتون رو بفهمم. والا مباحث مختلفی رو شما مطرح کردید. یکی مسئله اعدامهای اخیره که من با تمام وجود، با تمام باورم میتونم بگم که اینم یه تلاش مذبوحانه این دستگاه بود که از آغاز جنبش مردم ایران هر ترفندی زد، هر تمهیدی اندیشید و هر کاری کرد به بنبست رسید و به ضد خودش تمام شد و مشکلی به مشکلاتش افزود و نتونست راه حلی پیدا کنه برای مشکل امروزی خودش، و حالا دست زده به این اعدام ها که در درجه اول این اعدام ها نمیتونه به وسعت آدم کشی های دهه 60 برسه، چون جهان چشمش به ایناست، الان زیر نگاه جهانه. در دهه 60 یک هزارم امروز ایران زیر نگاه جهان نبود که تونستن بیش از 5000 نفر رو در زندان ها بکشن. امروز نمیتونیم. ثانیا
با کشتن همین دو سه نفر، نمیدونم چند نفر تا حالا به دار زدن یا کشتن، جز مشروعیت زدایی از خودش کار دیگری نکرد. من که با شناختی که از من دارید میدونید، با تنفری که از قوانین شرعی دارم، با انزجاری که از اینها دارم، حتی حاضر نیستم، فقط میتونم یک کلمه انکار در مقابلش بگذارم که حرف مفتی بیش نیست قوانین شرعی. ولی اینها برخلاف قوانین شرعی خودشون نیز در همین دو سه تا اعدامی که کردند عمل کردند. چه کسی در دنیا میتونه تصور کنه که در جهان امروز در یک کشور 80 میلیونی، نه یک کشور بی اهمیت، یک کشور بزرگ با اهمیت، هیئت حاکمه ای باشه که برای سوزوندن سطل خاکروبه کسی رو اعدام کنه، یا برای سد معبر کسی رو اعدام کنه؟ خواست هیئت حاکمه خواست که با این اعدام ها مردم رو بترسونه. این مردم از کشته شدن نزدیک به 500 نفر نترسیدند. کشتن که با کشتن فرقی نداره، کشته شدن با کشته شدن فرقی نداره. این مردم از اون تعداد، از دست دادن اون دختران جوان، اون پسران جوان عقب ننشستند. زخمی آمد روی زخماشون، ولی خشمی هم آمد روی خشمهاشون و خشم مردم رو افزایش داد. حالا اینی که دستگاه هیئت حاکمه به خاطر ترساندن مردم مجبور شد از خودش مشروعیت زدائی بکنه، یک فاجعه عظیمه برای خودش، یک سرنگونیه، یک سقوطه. این نشون میده که اینا به استیصال و به بدبختی افتادن. حتی من به شما بگم، اگر یک دادگاه مثلا نازی ها بود، دادگاه استالینی بود، یارو رو میگرفتن محاکمه میکردن، در محاکمات وادارش میکردن که اعتراف کنه که من 10 تا پاسدار رو کشتم، من 10 تا بسیجی رو کشتم. بعد اون وقت میگفتن خب چون این 10 نفر رو کشته، حالا با اینو دارش میزنیم. حتی این کارم نتونستم بکنم. حالا قاضی که در دادگاه یه چاقو نشون میده، میگه این چاقو همراهش بوده و ما میکشیمش، یا سطح خاکروبه رو چپه کرده و آتیش زده پس میکشیمش، آنچنان اضمحلالی در کلیت قضاوت، عدالت خواهی و قانون و شریعت خودشون، قوانین شریع به وجود آورده که خودشون رو به صفر و به زیر صفر تبدیل کردن. دیگه چه کسی میتونه کوچکترین توجیهی برای حمایت از اینها داشته باشه؟ به اعتقاد من دست به نابودی خودشون زدن. خیال ببینید، اینها یک چیز بلد بودند، آدم کشتن و ترساندن توده های مردم از آدم کشی. ناگهان متوجه شدند که حداقل یک قشری یا یک طبقه یا یک گروهی از مردم ایران از این آدم کشی ها نترسیده، آمده تو خیابون. و همین حداقل آدمی که اومده تو خیابون داره وسیله اضمحلالش رو فراهم میکنه. یادتون هست که من 4 هفته پیش در برنامه شما گفتم که روزنامه التمپو یه مقاله ای نوشته بود که یه عده از بیت امام اومدن اونجا میخوان 7 میلیارد، 6 میلیارد، 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنن در مسکن، و بعد در مقابل از ونزوئلا خواسته بودند که در صورت لزوم شما به ما
پناهندگی دائم بدید. و اونا گفتن بله میدیم و چه و چه. من اینا رو توی تلویزیون شما گفتم یادتونه. خب اینا کنار همدیگه قرار گرفت و حوادث بعدی هم اومد پشتش و مسجل شد. حالا همه تلویزیون ها وسایل ارتباط جمعی از پریروز تا حالا شروع کردن پخش این خبر، یعنی معلومه که این خبر درست بود که اینا این مقدار پول رو فرستادن. حتی آقای گلپایگانی نامه نوشت به بانک مرکزی و خواست که 6 میلیارد دلار منتقل کنن به ونزوئلا و چه و چه و چه. و حالا هواپیما که داریم میره و میاد و اینا اینا دارن مقدمات فرار خودشون رو فراهم میکنن. یعنی اینا خود اینها نقطه پایان خودشون رو به چشمشون دیدن که دارن چنین اقداماتی میکنن. این دست پای آخره. مردم ایران نباید نترسیدند، اصلا نترسیدند و دارن شعار میدن که هر یه نفر از بارو که بزنید بکشید صد تا هزار نفر پشت سرش بلند میشین و میکنن. برای میدونید چرا آقای بهبهانی؟ یک تعریفی وجود داره که من میبینم که این تعریف بیان نمیشه. اون این است که در ایران انقلاب به وقوع پیوسته، انقلاب شده. چرا این انقلاب باید در اذهان مردم بشه؟ کدوم مردم؟ مردمی که در سال 57 98.5% به این آقایون رأی دادن. عامل اون رأی دادن چه بود؟ باور به دیانت، باور به مذهب، باور به روحانیت. فکر میکردن اینا مردمان پاک و منزهی هستند، اینها به مال دنیا چشم ندارند، چه 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 از این حرفا. خب اون مردم سال 57 که 98.5% به این جماعت و به این قانون اساسی رأی دادن، امروز در مقابلش ایستادن و سر پا ایستادن در مقابلش. چرا؟ برای که یک چیزی در ذهن این مردم، در فکر این مردم عوض شده. من به عنوان حرف آخر به شما میدم، ممکنه که این حرف کمی برخورنده باشه، ملت ایران امروز داره اقدامی میکنه که جهان ایرانی رو از تاریخ بردگی قرون وسطا بیرون بیاره. چرا؟ برای اینکه با این آقایون، با تمام اون قانون اساسیشون، با تمام اعمالی که کردند، با تمام رفتاری که کردند، عین به عین، اگر من خط به خط، کلمه به کلمه مشخصات دوران بردگی رو برای شما تعریف کنم، متوجه میشید که اینها پیاده کردن در ایران. نگاهشون به زن، رفتارشون با زن، نگاهشون به عامه مردم و ارزشگذاریشون به عامه و به توده مردم. وقتی همه اینا و در نتیجه قوانینی که وضع کردیم و نوعی که این قوانین رو اجرا کردیم، اون دوگانگی ها و عجیب و غریبی که در اجرای قوانینشون به وجود آمد، اینا همه متعلق به یعنی مشخصات جهان و دنیای بردگی قرون وسطا رو داشت. امروز مردم ایران این تحول عظیم رو داره انجام میده، میخواد جهان ایرانی رو از جهان قرون وسطا بیرون بکشه، میخواد دیانت خودشو، باورهای دینی خودشو از شریعت این آقایون جدا کنه. شما فکر میکنید که این مردم حالا ضد اسلام شدند، نمیدونم ضد مسلمانی شد؟ لزومی هم نداره و نشدند و لزومی هم نداره بشن. میتونن همچنان مسلمان بمانند
و در چارچوب اون عقاید اسلامی خودشون با خدای خودشون ارتباط برقرار کنند و خوباشو بردارن، بداشو بریزند، تصفیهش کنند، باهاش زندگی کنند. واسطه بین انسان و خدا رو حذف کنند. این دلالبازی بزرگترین دلالبازی بود که سرشیر جامعه رو میخورد. شما ببینید در تمام جوامع بشری دنیا یه واسطه هایی هستن که این واسطه ها قدری از سود حاصل از معاملات یا هستی و زندگی مردم رو به خودشون اختصاص میدن. ببینید که کاری کرده باشون. حالا در عالم معنا یک واسطه بزرگتر و ندیدنی چشم نمیاد، فیزیکی نیست، وجود داره که میاد رابطه من انسان ایرانی رو با اون ایمانی که دارم با خدای خودم با متافیزیک هرچی اون رو میخواد که واسطه گری کنه، کنترل کنه و پورسانتاجش رو بگیره. و پورسانتاجش چیه؟ تمام هستی من، نه قدری از منافع هستی من، تمام هستی من، تمام موجودیت من پورسانتاژ اون آقاست. بنابراین حذف این واسطه بزرگترین انقلابی است که در ایران داره رخ میده. اینی که یه بچه، یه دختر بچه، پسر بچه میره میزنه زیر عمامه یا آخوند معنا داره. این آخوند کسی است که تا کمر جلوش خم میشدند، بهش سلام میدادند، متبرک بود، صف میبستن که دستشو ببوسن. این اتفاق در ایران افتاده. من از این بابت نهایت شادمانی خودمو دارم، تو دلم جشن میگرفتم که به این حد از معنای زندگی مردم ایران رسیدند و دارن روش خون میدن، جان میدن که بهش برسن و عمل کنن. همینی که به این باور رسیدن، این انقلاب فکری عظیم در ایران رخ داده، هیچ چیزی نمیتونه جلودارش باشه. حتی اگر همین شلوغی ها، همین به خیابان آمدن ها، همین اعتراض ها به شدیدترین وضعی سرکوشه و همه برن تو خونه هاشون، چراغای خونه هاشون هم خاموش کنن و هیچ صدایی از هیچ جا در نیاد، فرقی نمیکنه، این انقلاب رخ داده و به موقع ظهور میکنه و کار خودش انجام. این حرف من. ولی وسط این حرفا اون چیزی که من وظیفه خودم میدونم که هر وقت تریبونی گیرم اومد، فرصتی به دستم اومد از اون استفاده کنم و این حرف رو بزنم، خطاب به اون زنان، مادران و خواهران ایرانی است که تکلیف خودشون رو باید روشن کنن که یا مسلمانند یا ایرانیند. یکی از این دوتا باشید. مادران، خواهران، همسران بسیجی، پاسدار، آدمکش، یا ایرانی باشی یا یک مسلمان پاک باشی. در هر دو حال شما نمیتونید علت دوام با خون مردم، نانتون رو با خون مردم مخلوط کنید و بخورید. این فرزند شما، شوهر شما، برادر شما که از خانه بیرون میره، میره که مردم رو سرکوب کنه و یه پولی بگیره بیاره تو خونه، بنشینید نصیحتش کنید، از این مرد خانوادتون بخواید که به دنبال یک کار شرافتمندانه بره. اگر مردمی یه حق از دست رفته خودشون رو مطالبه می کنند و تو میخوای بری اون مردم رو سرکوب کنی، جوانان مردم، تو با کشتن بچه 10 ساله مردم میخوای به کجا برسی؟
با کشتن دختر 16 17 ساله میخوایی به کجا برسی؟ این مردان خانواده های شما، عزیزان من، خواهران من، مادران من، هر کی که هستید، هموطنان من، گمراهند. این گمراهی را هم از شما گرفتند، برای اینکه شما هم گمراه بودید. شما هم نیکی رو، عدالت رو، خدا رو، پیغمبر رو در جای غلطی گذاشتید. اگر محمد و علی 1400 سال پیش در جنگ کردند، نمیدونم آدم کشتند، سر بریدند، دشمنان رو کشتند، اون جهان جهان دیگری بود. حالا دنیا با قوانین جدیدی داره راه میره که اگر خود اون محمد و علی و بودند امروز، با همین قوانین جدید امروزی خودشون رو هماهنگ میکردن، کما اینکه در اصل خودشون هم همون کار کردن. بنابراین نخواهید که با خون بچه های مردم، عزیزان مردم، شکمتون رو سیر کنید. بنشینید مردان خودتون رو وادار کنید، نصیحت کنید، وادار کنید که آقا با آدم کشی نان تو این خونه نیار، گرسنگی شرفش بیشتره از سیری که تو داری به من میدی. اگر ما همه هم و غممون رو بگذاریم و این گروه از زنان جامعهمون رو، چون این انقلاب انقلاب زنانه ایست در حقیقت و علمدار این انقلاب، پیشرو این انقلاب، رهبری این انقلاب دست زنان ایرانی است. بیایم اون دسته دوم از زنان ایرانی که مادران، خواهران و همسران این بسیجی ها، لات ها، آدم کشا هستند، اینها رو واقف کنیم به واقعیت هم. اینها رو نصیحت کنیم، از اینها بخواهیم که بنشینن فکر کنن که دارن چه کار میکنن. این مرد که این صبح از خونه بیرون میره داره چه، و بعد فردای تو چه خواهد شد؟ اینقدر ظلم و جنایت زیاد شده که من 100% معتقدم اگر تمامی دنیا، یعنی آمریکا، ژاپن، چین، اتحادیه اروپا، همه اینا جمع بشن و بخوان سرنوشت آینده ایران رو روشن کنن، هیچ راهی ندارن جز این که یک هفته، 10 روز به یه عده فرصت بدن که انتقام خودشون رو از اینا بکشن. ما این رو نمونه هاشو در انقلاب 57 هم دیدیم. خب عزیزان من، همسران، خواهران این جماعت پاسدار و نمیدونم بسیجی و چه و چه، شما میدونید که چه آینده وحشتناکی در انتظارتونه. شما میخواهید که ببینید جسد فرزندتون رو، شوهرتون رو با طناب بستن پشت ماشین تو خیابونا دارن میکشن این ورو بر. چرا؟ برای اینکه خشم این توده رو دیگه نمیشه کنترل کرده. این مادران داغدار، این پدران فرزند از دست داده، این برادران برادر کشته، اینا میخوان انتقام بگیرن. آقایون دادگاهی ها، آی قضات محلی، میدونید یک هفته بعد یا 10 هفته بعد چه سرنوشتی در انتظارتونه؟ وقت دنیا نمیتونه جلوی این خشم رو بگیره ها. هیچ کس، هیچ مقامی، هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه جلوی این خشم افسار گریختنه بگیره. چرا؟ برای اینکه هزاران هزار نفر رو شما داغدار کردید. اون آدمی که حکم قتل مینویسه برای یک جوان، برای اینکه سطح خاکروبه رو چپه کرده یا سد معبر کرده، که در قوانین شرعیش چنین چیزی وجود نداره.
خودشم میدونه. اگر دنبال قوانین شرعی است، اگر به دنبال قوانین مدنی است که دیگه فبه المراد. تو میدونی چه سرنوشتی در انتظارت خواهد بود. اینی که تو به جرم این که یه آدمی 7 تا 8 تا سطح خاکی برای آتیش زده حکم قتل براش می نویسی، آنچنان خشمی ایجاد می کنی در دل مردم که من پیرمرد، من که تا حالا یک سوسک رو نتونستم تو زندگیم بکشم، حاضرم به دست خودم کارت قلبت فرو کنم. برای چی؟ برای اینکه نه اینکه تو یک جوان رو حکم قتل شده دی یا 10 تا یا 100 تا، برای اینکه تو حکم قتل انسانیت رو دادی، تو حکم قتل تمدن رو دادی، تو یک جامعه ای رو مهر وحشیگری به پیشونش زدی. امروز روی این کره ارض همچین سرزمینی وجود نداره که به خاطر چنین جرمی یک کسی رو دار بزنند و تو داری این کاری میکنی و تو آدم کوچکی هستی، به تو دستور دادن بکنی. چند کار میتونستی بکنی؟ میتونستی استعفا بدی، میتونستی از این پرونده خودتو معذور کنی، اصلا به طور کلی میتونستی از این کار قضاوت و دادگاه و این حرفا صرف نظر کنی، بری تو خونت بنشینی، یه کار دیگری بکنی، کفش واکس بزنی. ولی شرافتمندانه زندگی کنی. تو این کار نکردی، بنابراین تو قاتل بشریتی، نه قاتل یک آدم. تو قاتل یک تمدنی، نه قاتل یک آدم. بنابراین تو به یک میکروب تبدیل شدی و معدوم کردن میکروب از لازمات بهداشتیه. و حالا تعداد شماها آنچنان زیاده که اگر یک روز این ملت رو فقط یک هفته بهش وقت بدند، وحشتناک ترین تصاویر در خیابانهای شهرهای ایران به وجود میاد، مخوفترین سرنوشت ها در انتظار شما هست. به خودتون بیایید. نمیگم بیایید برید به انقلاب بپیوندید، برید در خانه هاتون بنشینید، استعفا کنید. جسارتشو ندارید، مردانگیشو ندارید از حرف حق پشتیبانی کنید؟ حداقل به عملی که دارید انجام میدید تردید کنید. چطور ممکنه که آدمی رو به جرم اینکه راهبندان را انداخته حکم اعدام باید بهش داد؟ تو کدوم مملکت؟ تو مملکتی که یه مداح به یک اتومبیل و یه خانواده که توش نشستن چیراندازی میکنه، هیچ کاری باهاش نمیکنه. تو مملکتی که یه آدم سرمایه یک بنگاهی رو، یک دستگاه مملکتی رو 1,000، 2,000، 6,000، 10,000 میلیارد تومان میدزده، هیچ کاری باش نمی کنن. مگه تو این دوگانگی رو در اجرای احکام ندیدی؟ تو دیدی، پس تو میدونی داری چی کار میکنی. تو مستحق مجازاتی. من تو رو نسبت به فردای زندگی خودت، نسبت به آینده نزدیکی که در انتظارت آگاه میکنم. این مردم حق طلب، این مردمی که تو انسانیت رو زیر پات له کردی، به اون چشم یک میکروب، به چشم یک حشره موذی نگاه میکنن و حق دارن که نابودت کنن.
و اون وقت یه روزی تو این مملکت حمام خون راه میفته. و ولی به اعتقاد من صحبت کردن با این قضات، این دادستان ها، این پاسدار ها، این بسیجی ها کم اثرتره تا اینکه با خانواده های این آدم صحبت کنه، به مادران این جوان ها، همسرانشون، خواهرانشون هشدار بده که جوانتون رو به زودی از دست میدید. یک. دو اینکه میخواهید پیوسته شکمتون رو این چنین سیر کنید با نان آغشته به خون مردم؟ تا کی؟ چقدر؟ به خودتون بیایید. سر سوزنی از انسانیت اگر در وجودتون باقی مونده دریابیدش. اگر اون یک ذره بره دیگه چیزی نمونده ها. بله نمیدونم دیگه به چه زبونی میتونم به این خواهر ها خیلی زیبا داری تعریف میکنی، اتفاقا خیلی 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 امیدوارم که شنیده بشه، امیدوارم که این نوع نگاه اتفاقا شنیده شد، چون یکی دو نفر به من ایمیل کردن. خب بله، نه اون که من مقدمه نه نه از کسانی که تو بسیج و سپاه و اینا بودن ایمیل کردند به ابراز همنوایی و این حرفا کردند. بله در مقدمه عرض کردم شما جز کسانی هستی که پر مخاطب. من حالا چون به اینا اعتماد ندارم مطرحش نمی کنم. من درسته میگم، عرض کردم که شما جز کسانی هستی که پر مخاطبین توی این رسانه ها، جز شخصیت های پر مخاطبین. قصدم اینه که امیدوارم که این رسانه های بزرگ در حقیقت این منش و روش رو پیشه کنن و همه گونه که شما سخن میگید با مردم حرف بزنن، با این جانی جنایتکارا حرف بزنن. یقینا کلام مؤثره، یقینا کلام تأثیر داره، این گفته بزرگانه. شما از من دو تا سوال کردید، من سوال دوم. بله همینو میخوام برسم به سوال بعدی و عرض کردم که در گذشته وقتی به 57 نگاه کردیم دیدیم یه سری آدم ها بودن، مثلا گفتم مثل کانون نویسندگان بالاخره مخاطب داشت، همه آخوندهایی که این رو مردم فشخار مدر بهشون میدن اینا مخاطب داشتن، مردم گوش میکردن. امروز ظاهرن وجود نداره یه مرجع، ولی شنیده میشه که در خارج مثلا غربی ها تلاش دارن میکنن که خانواده پهلوی رو در حقیقت به جامعه برگردونن، معرفی بکنن، اینا برن بتوانن حکومت کنن. نگاه شما رو به این موضوع در حقیقت میخواستم ببینم چیست. ببینید در 43 سال گذشته، اولا در درجه اول اگر که این حرف درست باشه، نمیدونم اگر این حرف درست باشه و نگاه جهانیان، اتحادیه اروپا، آمریکا، این حرفا متمایل به خانواده پهلوی است که در ذات امر من باید خودم با بچه صغیر احساس بکنم، من و ملت ایران خودمون رو بچه صغیر احساس کنیم و یه کفیلی داریم که اون کفیلمون میخواد ارباب و آقا یا حکومت و این حرفا برای ما وجود بره. اگر اینطوره خاک بر سره. این یه بوده هست. یه بوده دیگر این که در 43 سال گذشته یکی از کارهای جمهوری اسلامی که درش موفق بود این نوع نفاق افکنی بود، این نوع تفرقه افکنی و بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون بود و در نهایت اپوزیسیون به دلیل عدم توانایی‌های لازم در خودش منکوب این استراتژی شد و شکل نگرفت.
امروز که ما نشستیم یه عده‌ای در ایران دارن تو خیابون جان خودشون رو دست میدن، از طرف دیگر چه در ایران چه در... البته من در مورد ایرانشو 100% خاطر جمع نیستم، یعنی اعتقاد دارن که چندین هیئت حاکمه همکنون در زندان‌های ایران هست که میتونن فردای ایران رو بگذرن، منتها اینها باید نزد مردم آرایی داشته باشند یا یه پل ارتباطی بین اونها و مردم باشه، اون نیست به دلیل وجود و عملکرد جمهوری اسلامی. اما در خارج که از زیر ساطور جمهوری اسلامی بیرون بود، کدوم حزب، کدوم رهبر، کدوم سیاستمدار آمد شروع کرد به صورت جدی کار کردن، آراء مردم رو به خود طرف خودش جذب کردن و ایجاد و یک مشروعیتی و یک مقبولیتی برای خودش فراهم کردن که امروز خودش رو معرفی کنه، بگه آقا من حزب سوسیال دموکرات ایرانی هستم که 400 هزار نفر پیروان من هستند در ایران، اگر آمار بگیرید اینقدر به من رأی میدن، من به عنوان یک آلترناتیو هستم. کمکاری هایی شده. اگر ما مردم، من میام اینجا رو اینو محدودش کنم به خودم و خودت، به آدم هایی که در خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، چرا؟ برای اینکه من اطلاعات کافی و کاملی از اون نیروی بالقوه‌ای که در ایران میتونه وجود داشته باشه یا وجود داره چندان آگاهی ندارم. اما در خارج از ایران ما میدونیم که چه کسانی، چه اسامی، چه افرادی، چه دسته ها و گروه های تشکیل دادند و در طول این 43 سال چگونه به جای اینکه با جمهوری اسلامی به جنگن تو سر کله هم دیگه زدند و فکر کردند که اگر نفر بغل دستی ضعیف شه خودشون قوی میشن، هرگز دست به یک ائتلاف نتونستن بزنن، هرگز نتونستن یک اتحاد به وجود بیارن. حالا دنیای ایرانی به طور کلی داره به یه بنبستی نزدیک میشه. اون بنبست اینه که مردم ایران این حکومت نمیخوان، این حکومت در لبه پرتگاه قرار گرفته ولی هیچ کس نمیدونه که کی میخواد جاش بیاد. این فاجعه بزرگیه برای ما ایرانی ها. اگر اینطور باشه، یعنی حرف شما درست باشه که جهان داره توجه، یا مقاماتی در جهان دارن توجه میکنن به یه خانواده ای، در درجه اول دلیلش این است که یه خانواده دیگری وجود نداره، کسی دیگری وجود نداره. خب این یک. دو اینکه اگر توجه جهانیان به قول شما، من نمیدونم، من هم چیزهایی شنیدم البته ولی چندان اطمینان ندارم، متوجه خانواده پهلوی است، در درجه اول همین رضای پهلوی بیشتر از هر ایرانی دیگری در طول این سالیان راجع به سیاست حداقل حرف زده، عمل کرده، کنفرانس داده، سخنرانی کرده، در مجامع شرکت کرده. یک. دو اینکه اون چی که گفته و اون چی که داره میگه دلیل نداره من باش مخالف باشم. من باش 100% موافقم. او داره وعده دموکراسی میده. او میگه من معتقده به دموکراسی هستم. من معتقده به رأی مردم هستم. باید کار رو به مردم سپرد. به مردم سالاری احترام میگذاره. مخالفت من زمانی میتونه شروع شه که ایشون بره به قدرت برسه و این اعمال رو انجام نده، بر خلافش، اون وقت من میشم یه مخالف. من که نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم که ایشون تا پاشو گذاشت گیر. حالا فرض میکنیم که
همه در تخته ها جوری چفت شد با هم دیگه، این آخوندها سقوط کردن، فرار کردن، رفتن، ایران رو دست ایرانی ها باقی موند و بعد چندین هواپیما چارتر کردن و این خانواده رو بعدش هم بردن اونجا به ملت گفتن بفرما اینم اون شاهتون و اینم خلو. اگر دنیای ایرانی، دنیای سیاست ایرانی اینقدر فاجعه باره که ما کفیل لازم داریم، ما اینقدر صغیریم که همه این کارها رو دیگران باید برای ما بکنن، که خدا نکنه اینطور باشه. اما اگر همین رضای پهلوی دخترش، یکی از این اعضای خانم نمیدونم، بر اساس حرفایی که زدند بیان برن اداره اموری مملکت رو دست بگیرن، من و شما وظیفه ای جز این که باهاش موافقت کنیم. چرا؟ برای اینکه ما با کالبد این آدم که مخالفت نداریم، که موافقت و مخالفت ما بر اساس سخنانی است که گفته، نظریاتی که از خودش اعلام کرده، نظریاتی که داده دموکراتیکه. راهی به مردم سالاری میبره، احترامی هست به رأی مردم، حرفایی که دنبال زده اینه. بنابراین ما وظیفه داریم که امروز ازش حمایت کنیم، رأی موافق بهش بدیم. خدای نکرده اگر فردا رفت و کاری خلاف این کرد، وظیفه داریم باش مخالفت کنیم. ما که چیزی گنده تر از این نیستیم که یا موافقت کنیم یا مخالفت کنیم. من امروز با حرفایی که شاهزاده رضا پهلوی میزنه 100% موافقم. به سابقش هم کار ندارم، به سابقه اجدادیش هم کار ندارم. میدونی چرا؟ برای اینکه این زمانه است که انسان رو متحول میکنه و تجربیات زندگی و زمان است. من ارثی از پدرم نبردم، من اونچه که دارم در تجربیات این زندگی به دست آوردم. او هم همینطور، همه ما همینطور. بنابراین ایشونی که بین همه ماها، حالا ببینید ما کیا رو داریم، ما نیروهای فعالی که داریم، این ایمیل هایی که برای من میاد من میبینم، گاهی اوقات واقعا انقدر از خودم مایوس میشم. این دوستانم که دوستشون هم دارم، عزیزند، این دست چپی های ما، آنچنان متعصبند به یه فکر و اندیشه، آنچنان یه تنه درخت رو گرفتن چسبیدن بهش، ازش جدا نمیشن، که هرچی باد و طوفان میاد، هرچی این جهان خارج عوض میشه، شرایط عوض میشه، اونا همونی هم که بودند. تعصب انسان رو کور میکنه. ممکنه من در سالهای 57 به قبل مخالف دستگاه هیئت حاکمه بودم، که بودم، اما الان یا آدمی که داره در حمایت از دموکراسی، در حمایت از رأی مردم، احترام به مردم حرف میزنه، مطابق نظر منه، من باش موافقت دارم. حالا اگر این مشخصاتی که داری میگه، این حرفایی که داری میگه، برداری ببره در ایران پیاده کنه، فبه هر مراد، که البته باز اگر که جبرئیل خدا را هم بردارن ببرن امروز در ایران، ما در ایران اقشاری داریم که تعصب کورشون کرده، یعنی باور دارن که اینجوری درسته، حالا که اینا بقیه اینجوری میگن پس من باید دارم بومگذاری کنم مثلا، یا فرانکار رو بکنم. ما این مشخصات هم هست، این گرفتاری ها هم هست، اما صرف نظر از اونا، آدمی که داره راجع به دموکراسی حرف میزنه، رأی مردم حرف میزنه، الان باش موافقم، اگر رفت و نکرد باش مخالفم. کار دیگری از من بر نمیاد. از شما هم همینطور، از بقیه هم همینطور. و زندگی ادامه همین مبارزه است.
تمام هستی همینه. در کل من نظرمو گفتم، ما انقدر کوچک و بدبخت و حقیر باید باشیم که دیگران برای ما سرور و آقا تعیین بکنند. این نفرت آوره، این زجرت آوره. اما اگر به صورت این که بگیم که دنیای خارج میخواد از یک آلترناتیو ایرانی حمایت بکنه، با این زبان بگیم، من ترجیح میدم که دولت‌های خارج از این آقا حمایت بکنند تا مثلا از مجاهدین خلق. چرا؟ برای اینکه اون عزیزان من هم دچار تعصباتی هستند و تعصب در بسیاری موارد اونها رو کور کرده، حاضر نیستن حقایق رو در گوش و کنار خارج از اون کادری که باور دارن ببینند. چپی هامون هم همینطور میمونه. یک طرز تفکر ملی گرایانه که من این آقا رو در اون چارچوب میبینم، منهای سوابق اجدادیش. من به اونش دیگه کاری ندارم. این یه حرفیست که من باید تو خونه میشستم با خواهر برادرم محرمانه صحبت میکردم، نباید در جمع میگفتم، ولی از اینجا که آدم صادقی هستم و پاک باخته راحت راحت میگم. من این آدم رو بر اساس حرفایی که میزنه یه آدم پاک سالم و پاک و وطن پرستی میبینمش. اما چقدر لیاقت اجرایی اینه داشته باشی، قدرت اجرایی این کارها رو داشته باشی. نمیدونم، اوناش دیگه سؤاله، باید ببینیم چه میشه. اگر نقصانی بود ما باز و ما هم زنده بودیم مخالفتمون رو میکنیم. تمام. به طور کلی معنای پلیتیک بودن یعنی همین که من با این امر موافقم، با این امر مخالفم. نه تفنگ دارم، نه مسلسل دارم، نه نیروی هستم، نه چی، زبانم فقط و ایدمه، نظرمه. و جمع این ایده ها و نظرها میشه یه قدرتی بالاتر از توپ و تفنگ. این هم میدونیم خودمون. پاسخ من به شما این عزیزم، دیگه بیشتر از این چیزی ندارم بگم. خب همینم هم هست، برای اینکه آدم ها رو که نمیشه که غیبگویی کرد، که نمیشه بگیم که پس فردا صبح فرض کنید که آقای شاهین‌پر چه لباسی تنش میکنه ده. یا کجا میره یا چه میکنه، ولی امروزشو میشه، الانشو میشه دید. الان داره اینجور میگه، باید همینه که میگه رو بپذیریم تا اینکه عکسش در فردا ثابت بشه. خب این سه طبیعی. اما همونطور که شما گفتی، اونو من هنوزم نفهمیدم، اون کینه رو متوجه نشدم. این حاضره با خامنه ای کنار بیاد ولی حاضر نیست مثلا با خانواده پهلوی کنار بیاد. اونو نمیفهم. کی؟ همینایی که ابراز مخالفت میکنه از دور. گفتم تعصباتی سبب میشه که اشخاص گمراه برن. بله، وجود تعصب، تعصب وحشتناک‌ترین موضوعه که معمولا تعصب اون تعصب رو هم با خودش میاره. متاسفانه اینطوره. آره دیگه، پا میکوبه به همون جا. درست. یعنی ملاک قضاوت رو اگر بخوای بر این قرار بدیم که بگیم این آدم پدرش کی بود، پدر بزرگش کی بود، کارمون خرابه. چرا؟ برای اینکه در ایران در 200-300 سال گذشته مگر یه پدر بزرگی بوده که ما بتونیم بگیم ما میخوایم از اون پیروی کنیم؟ من در عالم سیاست یک دکتر مصدقی رو به عنوان یه آدم وطن پرست شکست خورده میشناسم. هم.
آدمی بوده که 100% پاک بوده، 100% وطن پرست بوده، 100% ضد استعماری میخواسته عمل بکنه. ولی خب در ایران با موقعیت ایران و حالا جهان زدن خوردش کردن. حالا من نمیتونم تمام ایدارها، تمام خط سیرها، تمام کانالها رو بس کنم به اون یک نفر. ایدئال اون رو باید پیروی کرد، ایدئال اون آدم رو باید پیروی کرد ازش. و هر کس دموکرات فکر کنه، هر کس به رأی مردم احترام بگذاره، هر کس بخواد که در جهان با جهان تعامل بکنه، داره از دکتر مصدق پیروی میکنه. من اینطور میبینم. حرف موازنه منفی هم که اون میگفت به خاطر فشار استعماری بود. ایشون وارث یک تاریخی بود که دولت‌های روس و انگلیس پیوسته امتیاز میخواستن از ایران بگیرن. امروز جهان به شکل دیگری داره راه میره دیگه. حالا مسئله موازنه منفی در حقیقت تبدیل شده به یک موازنه مثبت. اون شعار خود به خود منتفی شده، از دست رفته. همینه بگم. حالا چرا این حرف رو میزنن؟ شما یه نفر رو بهتر معرفی کنید. یه نفر رو بگید آقا این آدم علم مبارزه رو برداشته، شعاراش این بوده، عملش این بوده، این درصد از مردمان پشت سرشن. واقعیت رو باید نگاه کنیم دیگه. من الان در اینجا نمیبینم کسی رو که یه درصدی از مردم ایران خواهانش باشن، طرفدارش باشن، پشت سرش باشن، خودش هم آدمی باشه که مقبول نظر من باشه. من چه آدم نمیشتستم. بنابراین محل انتخابی باقی نمیمونه. گفتم همه اینا در حیطه شخصیت ها و آدم های خارج از کشور ها. باید ببینید در داخل، در زندان های ایران، در خانه های ایران، در سایه ساران ایران چه کسانی نشستن و چه برنامه برای ایران خودشون دارن که ما اینا را اصلا صداشون رو نشنیدیم. زمانی صدای اونا رو میشنیدیم که این دستگاه سقوط کرده، مطبوعات آزاد شده، تریبون ها آزاد شده و ما با صداهای اونا آشنا میشیم. بدیهی است که این آدم ها با هر نیروی متناسبی که تعیین شده باشه میتونن ائتلاف داشته باشند، میتونن هماهنگی داشته باشند. فرمایشتون کاملا درسته. ما از شما تشکر میکنیم، زیاد از اینم خستتون نمیکنیم و سپاسگزاریم از اینکه این وقت رو به ما میدین. تا ممنون از شما. آینده. تشکر از شما. منم خداحافظی میکنم از همه دوستان عزیزم، از همه هموطنانم. به امید دیدار. حاصل همه حرفای من این نبود که من بخوام کسی رو توصیه کنم. واقعیت رو دارم میگم. واقعیت این است که در این طول 43 سال اپوزیسیونی به وجود نیامد که من و توی ایرانی بهش نگاه کنیم، روش حساب کنیم، بهش رأی بدیم، بهش دل ببندیم، امیدوار باشیم بهش. همینطور. این واقعیت نگاه بکنیم، بعد ادعاها بکنیم، حرفایی بزنیم. شب شما بخیر. آقا مرمت آزیا، سپاسگزاریم. بها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن که ما تنها راه
ادامه و بقای کارمون بسته به سخاوت شماست، به حمایت‌های شماست. به هر حال از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین سپاسگزارم و مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبان. مرسی.